به نام خدا. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدید. من اگر رئیس جمهور بودم اولین و مهمترین اولویت کاریم رو بحث ازدواج جوونا قرار میدادم و به اصطلاح با یه تیر چند تا نشون میزدم. وقتی جوون متأهل بشه، چون بار مسئولیت رو دوشش میاد، مجبور کار کنه. وقتی کار کنه از بتالت و بیاری دور میشه و میچسبه به زندگی. البته یه عده بیماری هم هستن که حتی اگه ازدواج کنن بازم فیلشون یاد هندستون میکنه و چشمای هیزشون دنبال ناموس مردمه. با این عده تعدد طلب و تنوع طلب کاری ندارم. بگذریم. یکی از مشکلات و معضلاتی که این روزها با توجه به فشار اقتصادی و بحران بیکاری تعداد زیادی از جوانا رو درگیر خودش کرده مشکل ازدواجه. حل معضل بالا رفتن سن ازدواج به هر علتی که باشه مثل بسیاری از مشکلات و بحرانهای دیگه راهکارها و شیوه هایی در دین اسلام داره که از مسیر اون میشه هم عفت و روحیه دینی رو بین جوانا تقویت کرد و هم مشکل ازدواج رو براشون حل کرد. امروز میخوام نماز حاجت مجربی رو معرفی کنم و طریقه خوندن اون رو آموزش بدم تا انشاءالله زمینه ازدواج دوستای خوبم تو کانال مسلمان تیوی فراهم بشه. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. یکی دو ماه پیش دو تا کلیپ درباره ازدواج و انتخاب همسر خوب و دوست دختر دوست پسر در قرآن ساختم که مکمل برنامه امروز ماست و اگه ندیدین لینکش رو آخر همین ویدیو میذارم تا حتما تماشا کنین. در موارد بسیاری که مردم برای مشکلات ازدواج و یا پیدا کردن شغل مناسب و مشکلات دیگه زندگی راه حلی میخوان، خوندن این نماز میتونه بسیار گره‌گشا باشه. بعد از پایان نماز و ادعیه‌ای که در ادامه اشاره خواهم کرد به سجده برید و با چشم گریون، اگرچه با قطره اشکی که چشم تر بشه، اشک بریزید و حاجتتون رو از خدا بخواید. اگه شما هم از اون دسته دخترایی هستین که خواستگار ندارین یا اگه خواستگار میاد میره و دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنه، حتما با دقت این کلیپ رو ببینین و اگه میتونین قلم و کاغذی بیارین و نکات مهم رو یادداشت کنین. و اگه احیانا جایی رو متوجه نشدین و اشکال داشتین تو کامنت‌های زیر همین ویدیو بنویسین تا پاسخ بدم. حتی آقا پسرهایی که زمینه ازدواجشون فراهم نمیشه و در خونه هر کی میرن با بن‌بست مواجه میشن بیننده این کلیپ باشن. امروز میخوام درباره نماز جعفر طیار و دعاهایی که بعد از اون خونده میشه و همچنین کیفیت و نحوه خوندن این نماز مجرب براتون صحبت کنم. نماز حضرت جعفر طیار سلام الله علیه که به نماز تسبیح هم معروف 4 رکعته، یعنی 2 نماز 2 رکعتی. در رکعت اول بعد از حمد سوره اذا زلزلت الارض و در رکعت دوم پس از حمد سوره والعادیات. در رکعت سوم پس از حمد سوره اذا جاء نصر الله و در رکعت آخر پس از حمد سوره قل هو الله رو بخونید. تو این نماز مجموعاً 300 مرتبه تسبیحات 4، یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر گفته میشه. به این صورت که در هر رکعت بعد از حمد و سوره مخصوص اون رکعت و قبل از رکوع در حال ایستاده 15 مرتبه تسبیحات 4، در رکوع 10 مرتبه، پس از بلند شدن از رکوع و در حالت قیام بعد از رکوع 10 مرتبه، در سجده اول 10 مرتبه، پس از سر برداشتن از سجده 10 مرتبه، در سجده دوم 10 مرتبه و پس از سر برداشتن از سجده دوم نیز 10 مرتبه ذکر تسبیحات 4 خونده میشه. بعد بلند میشیم و رکعت دوم رو هم به همین صورت میخونیم و سلام میدیم و نماز رو تمام میکنیم. بعد بلند میشیم و 2 رکعت بعدی رو شروع میکنیم. در روایتی از امام صادق سلام الله علیه آمده است که در سجده آخر نماز پس از تسبیحات این دعا خوانده میشود: سبحان من لبس العز والوقار، سبحان من تعطف بالمجد و تکرم به، سبحان من لا ينبغ التسبيح الا له، سبحان من احصى كل شيء علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدره والكرم، اللهم اني اسالك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك واسمك الاعظم وكلماتك التامه التي تمت
صدقا و عدلا، صل علی محمد و اهل بیته. بعد از اینکه این دعا رو خوندیم، حاجت خودمون رو از خدا طلب میکنیم. در روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه آمده است که به مفضل فرمودند هرگاه حاجت ضروری داشتی نماز جعفر سلام الله علیه را بخوان و سپس این دعا را بخوان و از خدا حاجتت را بخواه که انشاء الله برآورده می شود. به اندازه یک نفس هر کدام از این ذکرها را بگو: یا رب یا رب یا رب، یا رباه و یا رباه و یا رباه، رب رب یا رب، یا الله و یا الله و یا الله، یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم، و هفت مرتبه هر یک از این ذکرها را بگو: یا رحمان و یا رحمان و یا رحمان، یا ارحم الراحمین. سپس این دعا را بخوان: اللهم انی افتتح القول بحمدک و انطق بالثناء علیک و امجدک ولا غایة لمدحک و اثنی علیک و من یبلغ غایة ثنائک و امد مجدک و انا لخلیقتک کنه معرفت مجدک و ای زمن لم تکن ممدوحا بفضلک موصوفا بمجدک عوادا على المذنبین بحلمک تخلف سکان ارضک عن طاعتک فکنت علیهم عطوفا بجودک جوادا بفضلک عوادا بکرمک یا لا اله الا انت المنان ذو الجلال والاکرام. بعد از این دعای موجود در کتاب زاد المعاد خونده میشه که در ادامه متن اون رو با چند دقیقه توقف به نمایش میگذارم تا بتونید یادداشت برداری کنید. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودند بعد از نماز و ادعیه آن به سجده بروید و با چشم گریان، اگرچه با قطره اشکی که چشم تر شود، اشک بریزید و حاجتتان را بخواهید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. بعد از خداحافظی بنده، کلیپ ها یا ویدیوهایی در ارتباط با این کلیپ یا کلیپ هایی که میتونه برای شما مفید، جذاب، جالب یا آموزنده باشه به نمایش در میاد که میتونید اونها رو هم تماشا کنید. سپاسگزار خواهم بود این ویدیو رو لایک کنید و کامنت براش بنویسید تا یوتیوب اون رو به نفرات بیشتری پیشنهاد بده و به این ترتیب شما هم در ثواب نشر معارف اسلامی سهیم و شریک بشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.